فرمان‌های کمک‌رس یا آبجکت اسنپ‌ها در اتوکد. حتما دیدید زمانی که شما یک ترسیم رو دارید انجام میدید، وقتی که کارتون تمام شد و خواستید دوباره وارد یک فرمان بشید، نزدیک خطوط که میرید یک سری نقاط سبز رنگ برای شما نمایش داده میشه. این نقاط سبز رنگ به نام آبجکت اسنپ ها هستند یا او اسنپ ها به نام فرمان های کمک رس. کمک میکنه که دقت ترسیمات شما بالا بره. برای اینکه بهتر این فرمان ها رو درک بکنید و کاربردشون رو بدونیم، من اول با کلید F3 اینا رو خاموش میکنم. اگر جاشون رو میخواید بدونید اینجا هستن در خط فرمان پایین. من کلید F3 رو بزنم میبینید که غیر فعال میشه. یعنی اگر وارد فرمان لاین بشم، حالا دیگه نمیتونم نقطه اینجا رو پیدا کنم. و اگر همین جوری حدودی این کار رو انجام بدم و ترسیمم رو انجام بدم، وقتی نزدیک میشیم میبینیم که دقت نداره و خطوط با هم دیگه برخورد نکردن. برای اینکه بهتر اینا رو متوجه بشیم، من چند تا فرمان دیگه انجام میدم، مثل دایره و یا یک کمان به این شکل. وقتی کلیک بکنید میتونید وارد سیتینگ آبجکت اسنپ ها بشید یا اینکه OS رو تایپ بکنید و اینتر بزنید. پنجره فرمان های کمک رسم یا آبجکت اسنپ، اصطلاحاً ما او اسنپ هم بهش میگیم، برای شما فعال میشه. هر کدوم از این فرمان ها که تیک کنارش خورده باشه، بعداً درون فرمان ها برای ما کار میکنه و اونایی که تیک نداشته باشن غیر فعالن و کار نمیکنن. اینا فرمان های کمک رسم هستن که دقت ترسیمات ما رو بسیار بالا میبرن. با گزینه Select All میتونید همه رو فعال کنید، با گزینه Clear All میتونید همه رو غیر فعال بکنید، با کلید F3 میتونید اونا رو در حین اجرای دستور روشن و یا خاموش بکنید. بهتره که اون چیزایی رو که بهش احتیاج دارید روشن نگه دارید و اگر به چیزی احتیاج ندارید به دلیل اینکه تداخل پیش نیاد، اونها رو خاموش کنید و هر موقع احتیاج داشتید، مثلا الان که تکست نداریم نیاز نیست اینزرشن باشه، الان که پوینت نداریم نیاز نیست نود باشه. به این شکل و از این فرمان ها میتونید استفاده بکنید.